شادی همراه، بفرمایید الو، بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام، بفرمایید. روزتون بخیر. ممنونم از وقت ارزشمندی که بر ما گذاشتید. قلصانه چی بگم؟ من که خیلی مضطربم، واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتی که من دارم اضطرابه و مشکل تمرکز و توجه هم دارم، ولی سعی میکنم اون چیزایی که لازمه رو باید بگم که خب بذارید همینجا آخه یه 2 دقیقه با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز، شایع ترین مشکل روانی انسان استرابه، ولی باید برش رو معالجش کرد، نمیشه با استراب زندگی کرد. مثل که شما من بفرمایید من پاهام زخمه یا 2 تا میخ توی یا توی پامه و الان 40 ساله من دارم با این زندگی میکنم. خب چرا؟ این مشکل رو باید حل کرد. بعدم به من میفرمایید مشکل توجه و تمرکزه. آنچه که حافظه رو از هم میپاشه اول استراب، بعد افسردگی، بعد وسواس و خشم و عصبانیت. خب اون دومی هم به این مرتبط. یعنی میدونید مسئله رو متاسفانه در جامعه ایران من نمیدونم چرا یه فرضی ما میگیریم که من اگر پام شکسته باید برم درستش کنم، ولی من دارم 40 سال با استراب یا افسردگی زندگی میکنم. یعنی اون مسئله است که اتفاقا استراب که شایع ترینه ساده ترین بیماری روانی است که میشه معالجش کرد. یعنی تنها راهش فکر میکنید دارو درمانیه؟ نه من چه حرفی نزدم، دارو درمانی و روان درمانی میخواد. شما چرا باید دنیا رو انقدر بد و سیاه ببینید؟ چرا باید فکر کنید اگر فرض کنید که یه خطر 5% 50%، چرا باید فکر کنیم اگر درد یک سوزن یکه ما فکر کنیم 500؟ آخه دنیا رو که نمیشه عوضش کرد به میل خودمون. استراب از کجا میاد؟ من یه جهانی رو میبینم که حادثه ها توش فاجعه است. حتی یه سفر این خوب و خوش نیست. خب آدم میتونه تصادف کنه بمیره یا عزیزانش دیر آمدن مرده. یعنی میدونید چون اول صحبتتون خواستم به شما بگم اینو باید از ذهنمون بیرون کنیم که من قرارمون، من آدم مضطربی نیستم، آدم نگرانی نیستم، استرسی هم ندارم. شما تو کنفرانس منو ببینید، پشت خط رادیو تلویزیون ببینید، بلکه آخه پدیده ترسناک وحشتناکی که ضرر و خطر داشته باشه دور بر من نیست. من برای چی باید مضطرب باشم؟ از چی؟ الان مثلا فرض استراب شما از چیه؟ از اینکه رو خط رادیو با من حرف بزنید، چه خطری شما رو تهدید میکنه؟ نه چه ضرر متوجه؟ حالا جالب اینه که هر کی منو میبینه میگم چقدر تو آدم آرومی هستی. برای که سکوت کردی، برای که اونا درون طوفانی خودشونو با ظاهر آروم شما مقایسه میکنن. شما بهشون بگید دقیقا. که بس بذارید خودم رو معرفی کنم، من حق بازم وانمود میکنم آروم و اون زیر طوفان بپاس. بله دقیقا. من این تقریبا 4-5 ساله با شما آشنا شدم، خیلی با برنامه شما یعنی مرتب دنبال میکنم، خیلی چیزا یاد گرفتم، ولی هرچی بیشتر یاد میگیرم و میفهمم بیشتر عذاب میکشم، چون اون دوره هایی که باید عیبی نداره، عیبی هم بکشید. ای فکر کنید من تحت تاثیر قرار میگیرم، نمیگیرم اصلا. خب بکشید. میبینید چقدر راحت شدم من و شما؟ در حالی که مثلا الان یه کسی دیگه من گوش وای دم تو رو خدا ببخشید من موجب عذاب شما، نه خیلی خوشحالم موجب عذاب شما شدم، بی خود عذاب بگیش به من چه بر بوده. بالاخره تو جامعه ای ما به دنیا اومدیم و یه دورایی پی کردیم. دقیقا میدونم خانم چه بدبختی و فرق گرفتاری های فرنگی داریم، اونو من نفرمایید، میدونم. متاسفانه بزرگترین قربانیاش هم همون نسلای جدیدن که من خودم هم 2 تا فرزند دارم. فکر میکنم هر دوتاشون یه قربانی هن واقعا به خاطر این همه مشکلاتی که ما پشت سر گذاشتیم. شما از کجا تلفن میکنید؟ من از آمریکا تماس. چه مدت از امریکایی؟ من 7 ساله. به من بفرمایید خودتون چند سالتونه؟ من 46 سالم. و همسرتون؟ ایشون 56 سالشون. آکه فرزند چی دارید؟ من یه دختر 30 ساله دارم و پسرم 20 سالشه. دخترتون چقدرشه؟ 30 سال. یعنی من 16 ساله بودم که فرزند اولمو داشتم. خب شما اینقدر خوب. آیا کاری هم دارید در امریکا یا نه؟ بله
بله، ما جفتمون البته کار خیلی آنچنانی نیست، ولی میتونیم باهاش زندگی کنیم. اوکی، بچه ها با شما زندگی میکنن یا رفتن؟ نه خیر، بچه های من تو اروپا زندگی میکنن، ولی بچه های همسرم، ما هر دوتامون ازدواج دوممونه، بچه های ایشون تو آمریکا زندگی میکنن، بچه های من تو آمریکا، تو اروپا زندگی میکنن. من 7 سال پیش اومدم اینجا. با همسرتون اومدید اینجا دیگه، درسته؟ نه خیر، ایشون اینجا بودن، من ازدواج کردم اومدم اینجا. نه، شما چند سال پس ازدواج کردید با ایشون؟ با همسر دومم تقریبا 7 سال. پس شما یه ازدواجی داشتید، ازش 2 تا بچه دارید. بله. شوهر سابق شما در اروپا هستن. بله. 2 تا فرزندان شما هم در اروپا هستن. بله. شما چه مدتی است جدا شدید؟ از همسر سابقم؟ آه؟ تقریبا سال 2010 2009 2010 اوکی. شما 12 سال قبل جدا شدید، 5 سال بعدش دوباره ازدواج کرد. بله بله. اوکی، حالا اومدید اینجا. ایشون فرزندانشون کجا هستن؟ ایشون فرزندانشون همینجا تو کالیفرنیا هستن. آیا با شما زندگی میکنن یا جدا؟ نه خیلی، هر دوتاشون ادالت هستن، زندگی خودشون دارن. بسیار خوب. حالا برای چی لطفی تلفن کرد؟ آقای دکتر، من مشکل اصلیم با همسرمه، همین همسایی که الان با دوست که نزدیک گوشی باشی تا فاصله نگیرید. بله بله. من با همسرم، مشکلی که من با همسرم دارم، ایشون یه مقدار ملک و املاک داره تو ایران. تمام تمرکزش رو گذاشته رو اون املاکی که تو ایران داره، مثلا ما باغ داره، نمیدونم آپارتمان داره، هر چی که داره اونجا میخواد مثلا خونه باغ بسازه، در حالی که ما اینجا یه خونه ای نداریم که با خودمون توش زندگی کنیم، مثلا از خودمون باشه. من حالا اون اوقات مهم نیست. ببینید، هم تا همین الان شنونده عزیز قبلی چی گفتم، گفتم از نظر من اجاره نشینی و مالکیت فرقی نمیکنه. شما چرا نگران این موضوع؟ چه اهمیت داره؟ شما توی خونه داری زندگی میکنید، بکنید مالک یا اونجا اجاره است. من حرف شما رو میپذیرم، ولی من اینجا یه چیزی بگم. اگه ما که با درآمد کمی داریم زندگی میکنیم، این اگه بخواد هر 3 ماه، هر چند ماه یه بار بره ایران، اونجا دنبال کاروبار و چیزایی که به اسم خودشه، حالا یه چیزی به اسم من نیست، اسم خودشه، از من انتظار داشته باشه که من 3 ماه برم اونجا با ایشون باشم، به مثلا، در حالی که من رفتن ایرانم برا من عذاب آور، واقعا واقعا عذاب میکشم از رفتن به ایران. چرا؟ حالا مشکل من به خاطر این سابقه بدی که اونجا داشتم، مشکلات بدی که اونجا داشتم. من اونجا فرار کردم، الان بعد مثلا 20 سال برگردم برم اونجا بگم خب بهشون میگید من نمیام ایران؟ خب بهش گفتم، ولی ایشون میگه به خاطر من باید بیایید اینجا. به خاطر من؟ خب یه چیزی که رنج برم برای چی بیام؟ بله، من همین الانم ایشون مسافرت رفته ایران، برای منم بلیت گرفته و به من میگه که من اینجا هستم، منتظرم تو هم بیای به خونه آدم. به همه گفتم که شما دارید میایید اینجا، تو باید بیای. دیروز من بهش گفتم، گفتم من واقعا از موقعی که قراره که من بیام اونجا، من اینقدر استراب گرفتم، اینقدر حالم بده که اصلا کلن قاطی کردم دیگه، اصلا همین برام شده مشکل. شما آخرین باری که ایران بودید کی بوده؟ من پارسال رفتم، پارسال برای عید رفتم که متاسفانه هم خواهرم رو از دست دادم. هم یه مشکلاتی با برادرم و با خانواده‌ام داشتم که یه ناهماهنگی و یه آیا سالهای قبل از اونم رفته بودید؟ یعنی تو این 7 سال؟ نه خیر، من 2008 یه بار رفتم، ولی خیلی کودا اونجا بودم. نه کاری بود ندارم. شما بعد از ازدواجتون در 2015 تقریبا آمدید امریکا، پارسال یه دفعه خب دیگه بگیر نمیام. بله، من بهش گفتم دیگه از دیشب قهر کرده دیگه. خب نکنید، باید شکل نداره، قهر کردن دیگه، قهر کردن گردن. حالا اینجا یه مشکلاتی که اینجا داری، مثلا به جای اینکه تمرکز کنه رو زندگی اینجا، کارشو بهتر کنه. خب نه ببینید عزیز، شما صبر کنید.
شما اومدید با یه مرد 56 ساله ازدواج کردید که دو تا بچه بزرگ داره، یه دفعه بیاد بهش بگید چجوری باید زندگی کنی که کار نمیکنه. شما وارد یه ازدواجی شدید، خودتون دو تا بچه دارید، جدا شدید ازدواج کردید، اومدید با یه آدم اینجا ازدواج کردید. این ازدواج که اسمش اون ازدواج معمول و مرسومی که دو تا آدم بین 20 سالی ازدواج کردن و دو تا سه تا بچه دارن که نیست عزیز، که قرار داده برای ایشون همینه. شما اگر اینا رو میدونستید و اینقدر آزارتون میداد و البته احتمالا نمیدونستید، خب نباید ازدواج کردید، ولی ازدواج کردید. شما چجوری به اینکه ما چگونه در امریکا زندگی میکنیم اعتماد کردید که زن ایشون شده؟ چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردید؟ حالا من میشناختمش از قبل، میشناختمش. آخه شناختی نداشته، شناختی که در برای زندگی. نه من خودم رو فریب دادم حقیقتش، من خودم رو. نه من متوجه هستم، برحال ازدواج کردید، جدا شدید، فکر کردید بهتر ازدواج کنید آمدید، الان دست بردارید، دو تا راه دارید، یا اینکه بگید نمیام، قرار واکنش های ایشون رو بپذیرید، دو تا فهم اینکه قبول کنید برید ایران. من نمیدونم حالا اون دفعه که رفتید ماجرای مرگ خواهر و اینا متوجه هستم، ولی اگر در حالت عادی خودش به خودی خودش برای شما دردآور رنجآور نیست، رفتن ایران چه اشکال داره؟ یه مسافرت. نمیدونم، احساس میکنم یه جوری به خاطر خواسته های خودش میخواد منو بکشونه اونجا تیکی مثلا. حتما همینه. نه ببینید عزیز، شما اومدید توی زندگی که احتمالا خیلی چیزها رو حتی از دست میدید، برای که شما گفتم وارد زندگی برابری که قرار از آغاز ساخته بشه که نشدید عزیز. شما اومدید تو زندگی یه آدمی که اینگونه زندگی کرده و دو تا بچه بزرگ داره و همطور که خودتون گفتید یه اخلاق و عادتی داره اجوادی. میشه من بگید چرا فکر میکنید ایشون پولاشو تو ایران نگه داشته و نمیاره؟ به قول خودش میگه دلار چون قیمتش گرون شده، اگه بخوام املاکم رو بفروشم بیارم اینجا هیچ ارزشی نداره، پس من اونجا بیشتر، من نمیخوام اینجا تکس بدم، من نمیخوام، میگم هرچی که داریم حالا هم نه من نه نه تکس اینجا دارم. ایشون پولاشو از اونجای بتونه به درستی بیاره که تکس نمیده. نه منظورم اینه که بخواد اینجا خونه بخره یا هرچی بخره سالیانی باید تکس بده، نمیدونم اصلا انگار همیشه مثل این که نه توی... یعنی چی؟ ایشون تکس وقت میده که نه سب کنه باید موقتی داره زندگی میکنه. منم خسته شدم دیگه، من 6 سال 7 سال توی این زندگی. ایشون چه مدتیست؟ نه ایشون چه مدتیست در امریکاست؟ 25 ساله. ایشون 25 سال توی امریکاست، هنوز بله. هنوز سرمایه اصلیشو تو ایران نگه داشته؟ بله بله همچنان هم داره سرمایه گذاری میکنه اونجا. آیا هیچ وقت فکر برگشتن به ایران رو دارن؟ ایشون اگه من بگم باهات میام موافقم، همین امروز کامیشون میگه ایران دیگه نمیخواد اینجا زندگی کنه، ولی من درست ما برعکس همین. حالا حوالا شما به چه مناسبت با یه همچه؟ چون من عرض کردم ما تو دنیایی هستیم که با توجه به شرایط اون، مثلا ما مهاجرا، اولین پرسش اینه که کجا میخوای زندگی کنی، همونجا بل. ممکنه ما به هم بخوریم یا به در هم نخوریم، برام دقیقا هم اتفاق افتاده. ایشون هم یا پا در ایران داره یا دلش میخواد در ایران باشه، خیلی هم خوبه، و شما به دلایل خودتون نمیخواید، شما به در هم نمیخورید. دقیقا منم به خاطر همین الان با شما تماس گرفتم، ما کاملا تو دو تا فاز متفاوتیم. ایشون همه چیزش تو ایران، میخواد اینجا اونجا زندگی کنه، خوشحاله، نمیدونم باغ میخره، خانه باغ درست میکنه، منم اینجا اوکی ام، حالا تو کرایه‌ام باشم ایتس فاین، مشکلی نیست، میتونم اینجا یه زندگی معمولی هم داشته باشم. راضی. آیا خودتون شما میتونید رو پای خودتون بایستی؟ بله 100%. خب بنابراین حرف این است که هیچ سپورتی من از اون ایشون نمیگیرم، من خودم کار میکنم، درست اون چقدر در میاره منم همون مقدار رو در میارم. بنابراین حرف شما این است که من نمیام ایران، یا تو بیا اینجا، یا برحال تو برو مارم آزاد کن. باقی این ازدواج که توش چیز خاصی نیست، فرزند یکی نیست که خیلی چیزا توش باشه. اگه شما بهش بگید که من نمیام ایران، اگر میای ایران اینجا بیا زندگی کنیم و جدا میشیم، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟ نه ایشون نمیگه برای دائمی بریم ایران، میگه مثلا هر سه ماه یه بار، هر چند سالی، مثلا هر سالی خب سه ماه. من نمیام، بگه تو برو من نمیام.
نمیخواد. این یعنی مشکل عزیزم رفتار داره، بهش شک و بدبینی داره، کنترل داره، همه چی داره، خیلی یه خوب، همچین خیلی خوب، شخصیتی که نمیتونه خیلی خوب، خیلی خوب. پس منو. برای چی آخه عزیز من، آخه شما دارید حالا بقیه چیزها رو میریزید بیرون، اوکی، شما چرا تو این رابطه موندید؟ مگر برای چون همین من خب مشکل من خود منم. الان من به اینجا رسیدم، چرا من نمیتونم تصمیم بگیرم؟ ایشون بنابراین که علنا، من خیلی بناب وقتی میدونم که این مشکلاتو داره، من چرا نمیتونم با اینکه بنابراین شما لطفاً با خانم روانشناسی صحبت کنید، ایشون که برگشتن با هم برید پلوشون یا پلوی یک کس دیگه، ببینید چی کار میتونید بکنید. امیدوارم بتونید حلش کنید. ولی وقتی آدم ها تفاوت های اساسی و اصولی دارن، من بارها عرض کردم خیلی ساده است، من میخوام نهارم ساعت 12 بخورم، شما 3، ما که نمیتونیم با هم نهار بخوریم عزیز، تمام شد. هیچ عیب و ایرادی نه در شماست نه در من، ساعت هم با هم متفاوته، تمام شد. بنابراین لطفا با یک کسی صحبت کنید و مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنونم آقای دکتر. من خواهش کنم که بتونم چنگ اینجا رجمن بعد از چی عزیزم؟ با یه خانم روانشناس، چون واقعا من نیاز دارم، چون حتما من از خوبتن. ایشون مطمئنم که ایشون شما از مشکلاتی دفتر رو دارم. رادیو تلفن کنید بهتون خانم روانشناس معرفی کنم. شماره شون 310 همین 441 ولی چهار شماره آخرش 5111 51 11 بنابراین شد 310 441 51 11.